بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا الذي أرسلته رحمة للعالمين بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. انسان اشتباه میکنه، ما همه انسان ها اشتباه میکنیم و یه وقتایی هم انسان عمدن نافرمانی دستور خدا میکنه، یه وقتایی انسان نفسش، شهوتش، هوا و هوسش برش غالب میشه و مرتکب اشتباه میشه، مرتکب نافرمانی دستور خدا میشود. این در طبیعت انسان هست، خلق الانسان ضعیفا. انسان در برابر اغراءات، چیزهایی که اونو فریب میدهد، چیزهایی که اونو به خودش جذب میکند، ضعیف هست. نفس انسان کنترل شدن براش سخت هست، میخواد آزاد باشه، میخواد هر کاری که دوست دارد انجام بدهد. بنابراین ما مرتکب اشتباه میشیم، انسان ها مرتکب گناه میشیم، نفس انسان برش غالب میشه، نمیتونه خودش رو کنترل کنه، فریب نفسش میخوره، فریب آنچه که به حساب فریب دهنده هست، جذاب هست، فریب اینها را میخوره. اما در مقابل خداوند هم در توبه شو بر روی انسان باز کرده. توبه به معنای بازگشتن هست که ما وقتی که دچار اشتباهی شدیم، گناهی کردیم، عمدن نافرمانی هم کردیم، خداوند در رو باز کرده، میتونیم برگردیم، ناامیدمون نکرده. این از رحمت الله سبحانه و تعالی است. ما هر روز در نماز میخونیم، در ابتدای هر سوره قرآن هست جز سوره توبه که الرحمن الرحیم، ذاتی که پر از مهر و محبت هست و نسبت به بندگانش هم مهر و محبت داره، در توبه را بر روی ما باز کرده. خداوند خالق ماست، از ضعف و ناتوانی ما آگاه است، بدین خاطر ما را به حال خودمون رها نکرده و اگر اشتباه کردیم هم ما را از خودش مایوس نکرده، بلکه فرموده اشتباه کردی ای بندم، نافرمانی کردی، باز هم در من بر روی تو باز هست. آیات قرآن ما را تشویق کرده، امر کرده به این که توبه کنیم، بازگردیم به سوی خدا. این توبه هم چیزی که از ما خواسته توبه نصوح باشد، توبه خالصانه. خداوند صحبت از بندگان که ایمان به خدا دارند، از این در این گروه وارد بشیم، گروهی که ایمان به الله دارند مرتکب اشتباهی میشن، مرتکب گناه میشن. آیاتو با هم دیگه ببینیم که خداوند میفرماند که این گروه از چه گروهی از بندگان و چگونه مرتکب گناه میشن، صحبت خواهیم کرد در این مورد. اولین آیه ما بیاییم از سوره مبارکه نحل رو ببینیم. در سوره مبارکه نحل میفرمایند که ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهاله ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم.
کسانی که بدی را به جهالت انجام میدن. جهالت در اینجا به معنای نداشتن علم نیست، که یک انسان ندونسته یک گناهی مرتکب شده، زیرا که انسان وقتی چیزی نمیدونه خب حکمش فرق میکنه. اما اینکه انسان در اینجا جهالت، یعنی انسان تسلیم نفسش میشه، تسلیم هوا و هوس نفسش میشه، تسلیم شهوتش میشه و برای راضی کردن نفس خود، اون هوا و هوس خود، نافرمانی دستور خدا میکند. این منظور از جهالت هست. کسانی که بدی را با جهالت انجام میدن، یعنی نفسشون در اون لحظه اینقدر ایمانشون ضعیف شده و نفس بر انسان غالب میشود که جلوی عقل انسان، جلوی ایمان انسان رو گرفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماند که وقتی که کسی زنا میکند در اون لحظه ایمان ندارد، کسی که مشروب میخورد در اون لحظه ایمان نداره، کسی که دزدی میکند در اون لحظه ایمان نداره. سلب ایمان در این اوقات شده، ایمانی نیست که اونو باز دارد. نفس چنان بر او غالب شده، چشمانشو بسته، نمیتونه فکر کند، از عواقب این کار بد نمیتونه خودشو کنترل کنه. این گونه نفس بر او غالب شده است. حمل سوء بجهاله. پس در این وقتی که انسان، وقتی که مرتکب گناه میشیم، ما در اون لحظه سلب الایمان شدیم، ایمان نداریم، ایمان از ما سلب شده. ثم تابوا من بعد ذلك، بعد از این توبه کردن، یعنی بعد از انجام دادن گناه، سوء بدی، اون چیزی که انسان بدش میاد، یعنی جالب از تعبیر قرآنی اینجا سوء بدیست، بدمون میاد، یعنی مطابق با فطرت و سیستم و ساختار خلقتی ما نیست گناه کردن. یعنی آن چیزی که خدا ما را نهی کرده در حقیقت برای ساختار بدن ما بد هست. عملو سوء، عملو از سوء، بدی را انجام دادن، یعنی این بدی به ما داره میرسه، به خودمون داریم بدی میکنیم، به خودمون داریم ضرر میزنیم، به وجودمون، به فطرتمون داریم ضرر میرسونیم. و انسان عاقل وقتی که عاقل هست، سر عقل هست، هیچ وقت نمیاد به خود ضرر برسونه. هیچ انسان عاقل این کار نمی کنه. انسان زمانی به خود ضرر می رسونه که دیگه بدور از عقل باشه، بدور از اندیشه باشه، نفسش برش غالب شده. بعد از این میگه توبه می کنه، توبه می کند، که این توبه کردن ما در سوره مبارکه آل عمران یا در سوره مبارکه نساء ما وقتی میخونیم میفرماند، دقت کنید، سوره مبارکه نساء میگه کی اینها توبه میکنن، توبه اونها کیه؟ ببینیم آیه رو. میفرماند که این توبه کردن فوری است. انما التوبه على الله للذين يعملون السوء بجهاله. خدا توبه چه کسانی میپذیرد؟ اون کسانی که بدی را به جهالت انجام میدن، نفس برشون غالب شده، نه اینکه صفتشون نیست، تعمد نمیکنن،
عمدی بیاد گناه کنه، این جهالت هست. عمدی گناه نمی کنه، لذتی از گناه نداره، عادت نکرده به گناه کردن. ثم یتوبون من قریب، فوری توبه میکنه. فاولائک یتوب الله علیهم، اینها خدا توبهشون رو میپذیرد. بعد میفرمان که ولیست التوبه للذین یعملون السیئات، توبه برای کسانی نیست که گناهان رو انجام میدن، یعنی عادت کردن، لذت میبرد، تعمد میکند در گناه. حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، حالا مرگش فرا رسیده میگه حالا توبه میکنم. یه مسلمانی تعمد میکند بر گناه، اصرار میورزد بر گناه، موقع مرگش میگه من حالا توبه کردم. حالا دیگه الان دیگه وقت توبه نیست، وقت اختیار در رفته، داره همه چیز میبینی، تموم شد. وللذین یموتون وهم کفار، و نه کسانی که بر کفر میمیرند، اینها توبه ندارن، اون وقت توبه کنن توبهشون قبول نمیشه. دقت کن، پس آیه قرآن میفرماند که انسان گناه میکند، نفسش برش غالب شده و فوری هم توبه میکند. در سوره مبارکه آل عمران بیان میکنن که صفت مؤمن این نیست که اصرار ورزد بر گناه. دقت بفرمایید، این آیه 135 سوره آل عمران، والذین اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، وقتی که کار زشتی را انجام میدن یا به خودشون ظلمی میکنن، ذکر الله، خدا را بیاد میارن. بعد از اینکه این طبقه شهوت، هوا و هوس از روی عقلشون، از روی ایمانشون برداشته میشه، از روی چشمانشون برداشته میشه، ذکر الله، خدا را بیاد میارن. فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن برای گناهشون. و من یغفر الذنوب الا الله، چه کسی غیر از خدا گناهو میامرزد؟ فقط از خدا خواستار بخشش گناهانشون میشن. و جالب است که ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اصرار نمیکنن بر گناه در حالی که میدونن این گناه است. اصرار ورزیدن پس بر گناه خداوند فرمود که از صفت مؤمن نیست. مؤمن بالاخره انسان هست، معصوم که نیست، فرشته که نیست. خداوند این انسان این گناه فریده، فرموده که من انسان ضعف داره، ضعفایی داره، یه وقتی تصمیم نفسش میشه، فریب دیگران میخوره. خب مهم چیه؟ که انسان وقتی متوجه شد فوری برگردد. ولم یصر، اصرار نکردن. خب در سوره نساء خوندیم که اونهایی که اصرار می‌ورزن بر گناه، اصرار میکنه دائما، توبهشو دائما به تأخیر میندازه. خب وقت هست، 40 سال 50 سال که شد توبه میکنم. از کجا میدونی که این فرد، دقت کنید، الان تعمد میکنه؟ کسی که تعمد در گناه میکنه، اصرار داره میورزه بر گناه، میگه این گونه افراد توبهشون قبول نمیشه. کسی که تعمد میکند بر گناه. پس صفت مؤمن در اینجا خداوند فرمودن که این نیست که اصرار ورزد بر گناه، بلکه با از بین رفتن اون حالت جهالت باز میگردد به سوی خدا و توبه میکند. در سوره مبارکه انعام میخونیم که خداوند در مورد
بندگان مؤمنش چی میگه؟ دقت کنید. معناش این نیست که اگه کسی مؤمن شد دیگه هیچ اشتباهی نکنه و هیچ گناهی مرتکب نشود. انسان هست. با خداوند الان در مورد بندگانش داره صحبت میکنه. مخلوق خودش هست، میدونه که انسان ضعیف هست، ناتوان هست، چرا اشتباه میشه، نفسش برش غالب میشه، نمیتونه تشخیص بده. آیه 54 هست از سوره مبارکه انعام، ببینیم با هم دیگه دقت کنید چی میفرمان که و اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، وقتی که کسانی که به آیات ما ایمان دارند اومدن پیش تو، بهشون بگو که سلام علیکم، سلام بر شما باد، یعنی استقبال خوبی با از اونها داشته باش، رفتار خوبی با اونها داشته باش، با اونها نرم و لطیف باش، سلام علیکم، درود بر شما باد، امنیت بر شما باد. بعد از اون این بشارت رو میگه خداوند بهشون بده از سوی خدا که کتب ربکم علی نفسه الرحمه، پروردگار شما بر خودش رحمت نوشته. اساس رفتار خدا با ما چیه؟ رحمت هست. خداوند رحیم هست، رحمان رحیم دیگه، دائما چیزی که خودش رو توصیف کرده به اون. و ما هر روز در نماز میخونیم نماز بدون سوره فاتحه هم درست نیست، باطل هست. کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خودشون بر خودشون رحمت رو فرض کردن. اساس تعامل و رفتار خدا با ما مخلوقات رحمت هست، بر اساس خشم و غضب نیست، بل اساس رحمت هست. خب بعد از اون چی؟ انه من عمل منکم سوءا بجهالت، کسی که از شما بدی را به جهالت انجام بده، نادانی کرد، نتونست خودش رو کنترل کنه. ثم تاب من بعدیه، توبه کرد بعد از اون و اصلح. در اینجا این شرط هم اضافه شد، دقت کنید، و اصلح، اصلاح کرد. اصلاح کردن یعنی کار خوب انجام دادن، صالح شدن، نه اینکه فقط بگه توبه کردم تموم شد. نه، توبه کن و توبه هم بر اساس این توبه یک مقتضیاتی داره که اصلاح کردن آن چیزی که فاسد کردی، که هر کدومش متناسب با خودش هست صحبت خواهیم کرد. پس در اینجا این شرط رو میاره، ثم تاب من بعده و اصلح، که همطور در سوره مبارکه نحل هم داشتیم که خداوند فرمودن که ببینیم صفحه لپتاپ رو هم دیگه، که در سوره مبارکه نحل همین هست که ثم تابو من بعد ذالک، به جهالت انجام دادن سو، بعد توبه کرد و اصلحو، اصلاح کردن، اصلاح کردن. خب حالا ببینیم این توبهی که مد نظر خداست و خداوند ما را به آن امر کرده، به خصوص توبه نصوح، خداوند ما را به توبه نصوح امر کرده. توبه نصوح چیه؟ که در سوره مبارکه تحریم به آن امر شده. دقت کنیم آیه را با هم دیگه ببینیم. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبه نصوحا، توبه کنید به سوی خدا. توبه نصوح، نصوح اسم فرد نیست، قصه هایی که بافته شده که اسم فردی بود، نه، اسم فرد نیست، یعنی توبه خالصانه. نصیحت چیه؟ نصیحت یعنی خالص بودن یک گفتاری، یعنی خالصانه، مخلصانه با یکی شما صحبت میکنید، بدور از هر گونه غل و به حساب تحقیر کردن و سرزنش کردن در برابر دیگران و بدنام کردن دیگران باشه. این توبه یعنی یک توبه خالص برای خدا باشه. چگونه؟ صحبت خواهیم کرد. به این امید که عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم، به امید اینکه خداوند بدیهای شما، گناهان شما را بپوشاند، ببخشد. بعد و يدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار،
با این توبه شما به بهشت برید. این توبه فقط به زبان نیست که، حالا خواهیم دید در چه روزی این گناهان بخشیده میشه و به بهشت میرید. روزی که لا یخزی الله النبی والذین آمنوا معه، روزی که خداوند پیامبر و مؤمنانی که با او هستند خارشون نمی کنه. والذین آمنوا معه، خب از زمان رسول الله تا قیامت که برپا بشه هر مؤمنی که باشه با رسول الله صلی الله علیه و آله هست، ایمان داره به پیامبر دیگه. بعد می فرمان که نورهم یسعى بین ایدیهم و بی ایمانهم، نورشون در جلوشون هست و از طرف راستشون به اندازه ایمان و عمل صالح. اون نوری که در دنیا انسان برای خودش با ایمان و عمل صالح درست کرده در روز آخرت نور حقیقی است. یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، خدایا نورمون رو کامل کن، نورمون خاموش نشه تا برسیم به بهشت، ما را بیامرز. حتی در این لحظه، لحظه‌ای که خدا می‌فرماند که من گناهان اینها را بخشیدم، اینها باز دیگه دعا می‌کنند در اونجا هم، خدایا نور ما را کامل کن، نور ما حفظش کن، نورمون خاموش نشه. انك على كل شيء قدير، تو بر هر چیزی توانا هستی. پس این نوری که به وسیله ایمان و عمل صالح انسان در زندگی خودش خواهد داشت، دائما خداوند می‌فرماند که آیات قرآن انسانها را از تاریکی به نور می آورد. خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن آنها را از تاریکی ها به نور می آورد. پس قرآن نور هست، ایمان نور هست، محبت خدا پیامبر نور هست، عمل صالح نور هست. به اندازه عمل صالحی که انجام بدیم میشه نور. خب حالا خداوند امر میکنه که شما توبه صادقانه و خالصانه داشته باشید و در سوره نور میگن که و توبوا الی الله جميعا ایها المؤمنون لعلكم تفلحون، همه تون ای مؤمنان به سوی خدا باز، همه بر ما توبه فرض است. توبه فقط بر گناهکار نیست که، توبه خالصانه نه فقط انسان گناهکار است که، کسی مرتکب گناهان صغیره و کبیره بدترین گناهان شده باشه ببین فقط توبه کن، نه، بر همه ما فرض هست توبه از گناهی که انجام دادیم، توبه از کار خوبی که انجام ندادیم. تجسیم کارهای خوبی که انجام ندادیم باید توبه کنیم. لحظاتی که انسان از خدا غافل می شود باید توبه کرد و به سوی خدا بازگشت. همه اینها نیاز به توبه داره. توبه فقط این نیست که انسان مرتکب گناه شود، همین که یعنی اون چیزی که خدا نهی کرده ما انجام بدیم، وقتی که چیزی که خدا دستور داده ما انجام ندیم نیاز به توبه دارد. چقدر در شبانه روز غافل میشیم از خدا، در دعا مگه نمیخونیم که مؤمنان هست، دعای مؤمنان هست که مؤمنان دعاشون اینگونه هست که خدایا اشتباهات ما و فراموشی های ما را بیامرز. آخر سوره بقره هست ان اخطأنا ان نسينا واخطأنا، مؤمنان میگن که بار الها اشتباهات ما بیامرز، فراموشی های ما را بیامرز. وقتی فراموش میکنیم چقدر فراموش میکنیم حق خدا، حق بندگان خدا، خدای ما را بیامرز. اشتباهاتی که داریم، دعایی که هست ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا، گناهانمون، زیاده روی در کارهایی که کردیم،
همه اینها دائما نیازمند توبه هست و طلب مغفرت، بازگشت به سوی خدا، بازگردیم به سوی خدا. و جالب هست بحث توبه وقتی میشه توبه عملی است، استغفار زبانی است. وقتی که هر کدام جدا ذکر شوند در برگیرنده هست، یعنی هم وقتی که انسان میگه که استغفر الله، خدایا گناهان منو ببخش، این مستلزم چی؟ انسان میگه ما دست از گناهمون بکشیم، این حقیقتش هست. حالا اگر انسان گناه میکند باز دعا هم میکند، حالا یه دعایی است، ولی اون چیزی نیست که مد نظر قرآن باشه. توبه وقتی گفته میشه یعنی اینکه بایست، یعنی بازگشتن، عمل هست. عقب گرد میزنی، یک راه منحرفی رفتی، نادرست رفتی، برمیگردی راه درست، بازگشت به سوی خدا. یعنی ما از خدا دور شدیم، از راهی که ما را به خدا میرسونه، باید برگردیم بریم به راه درست. خداوند در اینجا به ما میگه که عمل کن، عملی بازگردید به سوی خدا. اگه در بحث عقیده ما دچار اشتباه شدیم، حقیقت برامون واضح شد و باید دنبال این باشیم که به حقیقت برسیم، بعد انسان برگردد به سوی خدا. دیگه اصرار نکند، ولم یسر رو، اصرار دیگه نباید بکند انسان بر اشتباهی که داشته، بر انحرافی که داشته، نبایستی انسان اصرار کند، تعمد نکند بر این که بعد از این که دونست بار دیگه ادامه بدهد، یا اینکه حاضر نیست فکر کند. خدا باید میگه که توبه کن، بازگرد، فکر کن. انسان دیگه متوجه میشه. پس توبه عملی است، این چیزی که خدا الان به ما امر کرده که توبه نصوحا، توبه نصوح، یک عمل خالصانه هست که هر عملی که قبلا انجام میدادیم نادرست بوده، خلاف دستور خدا بوده، کارهایی انجام میدادیم که ما را از خدا غافل میکرده. یه وقت انسان مشغول حتی به مباهات میشه، چیزی که مباح هست، اما وقتی به آن مشغول میشه اون از خدا غافل میکند، از آخرت بازش میداره. پس هر چیزی که، عملی که ما را باز می‌دارد از خدا، بایستی رهاش کنیم، برگردیم به سوی خدا. پس یک عملی است توبه. گفتیم که استغفار زبانی است، تقاضای خدا یا گناهان منو ببخش. اینجاست که این دوتا بعد با هم باشه. فقلت استغفروا ربكم ثم توبوا الیه، اعتراف به اشتباه به زبان و بعد عملا هم انسان ثابت کند، اعتراف میکند که خدایا من این راه را اشتباه رفتم. فقلت استغفروا ربكم ثم استغفروا ربكم ثم توبوا الیه، استغفار کنید از پروردگان و بازگردید به سوی او. اعتراف به اشتباه میکنیم که خدایا اشتباه کردم، توبه میکنم، باز میگردم به سوی تو، به سوی تو باز میگردم، از نفس خودم اعلان براءت، از پیروی از هوا و هوس اعلان براءت میکنم، از کار بدی که انجام دادم اعلان براءت میکنم، خدایا منو ببخش. از اینجا این هر دو با هم مد نظر هست، قولا و عملا که مد نظر هست. خب حالا این توبه نصوح چه شرطی داره؟ زیاد چنیدیم، همیشه تکرار میشه، ولی خب واقعا ما در طول زندگیمون چون مرتب خب انسان هستیم، زندگی میکنیم، عمرمون هست، انسان اشتباه میکنه، بدین خاطر نیازمند این هستیم که مرتب به ما تذکر داده بشه. چرا خداوند دائما میفهم که نعمتهای خدا را بر خود بیاد بیاورید،
چون وقتی که انسان با یه نعمتی باشه فراموش میکنه. اما این یاداوری دائم سبب میشد که انسان قدر نعمتها را بدونه، ارزش نعمت رو میدونه، اون از خدا میدونه و سعی میکنه این نعمت رو حفظ کند. حالا هر نعمتی باشه، نعمتهای فراوانی که انسان به خدا داده، آنچه که انسان متوجه آن هست باید در حفظ آن کوشا باشد، بیاد داشته باشه. وقتی بیاد داره، وقتی انسان چیزی بیاد داره، خب مواظبش هست. وقتی انسان فراموش میکنه چیزی رو، ازش غافل میشود، از دست میده. میفرمان که همیشه نعمت خدا را بیاد داشته باشه. پس ما باید همیشه خداوند دائما تکرار میکنن به ما، امر میکنن استغفار کنید. رسول الله صلی الله علیه و سلم دائما استغفار میکردن، امر میکردن به استغفار. همیشه انسان باید استغفار کند که ارتباطمون با خدا هیچ وقت قطع نشود. اشتباهاتی که میکنیم بازگردیم به خود، به سوی خدا. خب اولین شرط اینه که انسان در توبه دست از گناه بکشیم. گناه تموم شد، ربا میخورد، دست بکشد از ربا. مشروب خوار هست، زناکار هست، غیبت میکنه، چشم چراغی میکند، حرفای نادرست میزند، تهمت و هر چیزی که باشه. اولین گام دست کشیدن از گناه هست. تموم شد، تو میخوایی بازگردی به سوی خدا. خدا این چیزها رو دوست نداره، نهی کرده، این به ضرر خودت هست. این اولین گام هست. توقف فوری بایستی جلوی اینو گرفت. دو، انسان باید پشیمون باشه که عمرمو، کارهام، قدرتی که خدا به من داده در راه گناه به کار بردم، معصیت خدا به کار بردم. زبانی که خدا به انسان داده اونو مشغولش کنه به غیبت کردن مردم، بد گفتن به مردم، تهمت زدن، افترا بستن، یا به غیر یاد خدا بودن، پشیمون بشه از این کارش. اینکه انسان زبانش غافل بشود از خدا، وجودش از خدا غافل شود. غافل شدن، ولا تکن من الغافلین. خداوند میفرماید در جمله غافلان نباش. غفلتی که به انسان دست میده باید پشیمون بشیم که چرا اینو در راه خدا بکارم، چرا نتونست خودمو مشغول نکنم به قرآن خوندن، چرا نرفتم دنبال کار خیر، حرف خیری بزنم برای کسی، مشکل کسی را حل کنم. پس پشیمان شدن از اشتباهی که کرده، کار بدی که انجام داده، یا کوتاهی که در کار خیر انجام داده. دقت کنیم، انسان مؤمن این گونه هست. توبه فقط در باب منفی نیست که بگیم حتما گناهی انجام داده باشه، یک کبیره. وقتی که در دستورات خدا هم کوتاهی کنیم نیازی به توبه هست. خداوند دوست دارد، به ما امر کرده که در کمک به مردم کنیم، همیشه به فکر خودمون نباشیم. وقتی که انسان از این غافل شد نیازمند توبه است. فقط هم و غمش خودش باشه نیازمند به توبه است. باید توبه کند، بازگردد به سوی خدا، پشیمان باشد که چرا این کاری که میتونست انجام نداد. و بعد سومین چیزی که میگن اینه که دیگه با خودش، با خداش عهد ببندد که دیگه این اشتباه رو تکرار نکند، به این گناه باز نگردد. مهم اینه که این عزم رو داشته باشه، این اراده رو داشته باشه که دیگه تکرار نمی کنم خدایا. حالا
امکان داره با نفسش اونو فریب بده، دچار گناهی بشه، یا همون گناه امکان داره تکرار کند. بار دیگه توبه میکنه، توبه همین واقعا که پشیمون میشه، دست میکشد و اراده میکنه که برنگردد. اما اگر وقتی که این توبه فقط زبانی است، در دعای است فقط، این میشه یک دعای، خدا گناه منو ببخش، گناهی مرتکب شده، حالا یک دعایی کرده، اما توبه نیست. این توبه نصوح نیست که باعث حالا این دعا امکان داره قبول بشه، امکان قبول نشه. حتی اون گناهکار هم نباید مایوس بشه، اما معلوم نیست دعاش قبول بشود یا نشود. اما توبه نصوح اینه که شما دست از این کار بکشید، ارادت هم این باشه که دیگه بر نگردی به این کار. در چهارمین شرط اینه که و اصلحو، اصلاح کردن، عمل صالح انجام دادن، برخلاف اون کارهایی که انجام دادی، بایستی اون سیئات رو تبدیل کنی به حسنات. گذروندی در گناه تا معصیت، بگذرون عمرتو در باقی در طاعات. گذروندی در شرک، اونو بیارش تو توحید. اصلاح این است، فقط مجرد این نیست که بگیم من توبه کردم، میگه توبه و اصلاح، کار خوب انجام دادن، صالح بودن و مصلح بودن. بعد بشی مصلح، که قضیه و بیانو هم میاد که قرآن فرمودن که نه فقط اینه که یه وقت هست که حسان است باید بیان کنن، نیاز به بیان هست، آشکار کردن هست که این راهی که رفته بودیم اشتباه هست، این فکر اشتباه هست، این نوآوری در دین بود ایها الناس درست نیست، این عبادت من دون الله هست، خواندن من دون الله هست درست نیست. این ببینو، اصلحو و بینو. خب کسی که کتمان میکند حقایقو، خدا فرموده که توبش اینه که بایستی بیان کند. کسی که خب دوچار ریا میشود، اینه که اخلاص کند، اصلاحش در اینه که اخلاص داشته باشه. آن چیزی که متعلق به مردم هست و مردم سبب گمراه شدن هست باید بیان کند. حق مردم بوده، چیزی را کتمان کرده باید بیان کند، به خصوص در حقیقی متعلق به عموم جامعه هست، باید بیان کند که این حق اینجا اینگونه بوده، اشتباه هست. در بحث اصلاح و اون توبه نصوح اینه که انسان بایستی گناه را فقط به خاطر خدا ترک کند. یه وقتی که انسان امکان داره توان انجام دادنشو نداره، این دیگه توبه نیست، یا به خاطر ترس از مردم، خب به خاطر نمیتونه انجام بده، یا به خاطر حرف مردم هست. مثال هایی که میزنیم دقت کنیم، در زندگی اجتماعی خیلی پیش میاد، همه انسان ها بهش سر و کار دارن. کسی که یک مخالفت شرعی رو انجام نمیده، به خاطر چی؟ به خاطر میگه بر موقعیت من در جامعه، جایگاه اجتماعی من تأثیر بد میذاره، یا یعنی که از شغلش امکان داره بیرونش کنن. اینجا این به خاطر خدا نیست، این بهش توبه گفته نمیشه. و حتی کاری که ما انجام میدیم، اگه یه وقتی انسان به خاطر خدا چیزی که حرام هست انجام نمیدهد، بلکه به خاطر مقام، منصب، موقعیت اجتماعیش، پایگاه اجتماعیش، جایگاه اجتماعیش،
به خاطر صحت و تندرستیش انجام نمیدهد، این عبادت نیست، چون به خاطر خدا نیست دیگه. پس کسی که گناه را به خاطر این ترک میکند، چون الان موقعیت اجتماعی دیگه اجازه نمیده، این بهش توبه گفته نمیشه. توبه اینه که انسان به خاطر خدا، توبه نصوح این است. بله، سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم، خسته نباشید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب آقای استاد بفرمایید. الو. بفرمایید. جناب حسینی، خلیفه دوم در ماجرای خالد ابن ولید که مالک ابن نویره رو کش و با همسرشون عمل زشت رو مرتکب شد، میگه فقال له یا عدو والله، گفت دشمن خدا، قتلت امرأ مسلما ثم نزلت علی امرأته لأرجمن نکرد. یه فرد مسلمانی رو کشتی، با همسرش عمل شنیع زنا رو انجام دادی، سنگسارت میکنم. چند تا سوال داشتم تو این ماجرا. اولا گناه مالک ابن نویره چی بود که خالد اینو کش، مخصوصا گناه همسرش؟ و سوال دومی که در این بحث عدالت ثوابت چی میشه که یه مسلمان رو کشته و بازنش عمل شنیع رو انجام داده؟ و مطلب بعد این که آیا خالد توبه کرده بود یا نه؟ و سوال چهارم این که چرا عمر با این که گفت عدو الله اول اونو مجازات نکرد؟ ممنون میشم جواب بدید. بله، سلام علیکم. سلام علیکم، وقتتون بخیر. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات. در مورد موضوع برنامه که توبه نصوح هست، من معتقدم که همه باید توبه کنیم قبل از آنی که دیر بشه. کسانی که بر علیه این ملت، بر علیه اعتقاداتشون، امنیتشون و تمامیت ارضیشون کارهایی میکنن، هر چه سریعتر توبه کنن تا گرفتار به عاقبت ذم نشوند که ملعون این ملت و ملعون خدا قرار بگیرن. شما هم زودتر توبه کنید آقای حسینی، هنوز وقت دارید بر علیه این ملت کار بکنید، آخرش میشه زم و حاکمه و به دار مجازات آویخته میشید. من شما رو دوست داشتم که گفتم. خدا نگهدارش. ممنون. خب این ملت کدام ملت هستن؟ خب شما سخنگوی کدام ملت هستید؟ خب ملتی که اجازه بدید ببینم اگه اظهار نظر کنند، ببینم شما را سخنگوی خودشون میدونن. بله، سلام علیکم، بفرمایید. بله، مجددا بفرمایید. این سوال بیننده اولمون، شما دیگه متوجه میشید که اینها جز بیماری چیزی ندارن، و اگر وقتی میگیم که روافض در موردشون گفتن که احمق‌ترین خلق الله هستن، انسان تعجب نمی کنه، انسان اصلا تعجب نمی کنه. بله، سلام علیکم. سلام علیکم آقای حسین. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون، خواهش میکنم، بفرمایید. آقای حسینی، خدمت را از کنم، در مورد بحثی که فرمودین در مورد توبه نصوح اینا، شما بعد از اعدام آقای روح الله زم، بحثی خواهش میکنم، بحث ما روح الله زم نیست، میخواید در مورد توبه اید؟ میخوای به سوی خدا بازگردی خودت، بازگرد به سوی خدا. اینقدر دروغ گفتید، اینقدر مال مردم خوردید، تهمت زدید، دروغ میگید، اینجا توبه کن، بازگرد به سوی خدا. تو روح لازم الان پیش خداست، به ظلم کردید، حقش بوده، پیش خداست. الان شما به عنوان چقدر میاد تو برنامه ها دروغ میگید، شبه میندازید، دفاع از کسانی میکنید که به پیامبر اهانت میکنن، دروغ میبندید. آقا اینا توبه کنید، بیایید تو موضوع توبه نصوح صحبت کنید. بابا روح الله زن بید به شما چی؟ یه جنایتی مرتکب شدید، حاضر نشدید یک دادگاهی هم براش قرار بدید، حالا میاد آقا روح الله زن که شما در مورد چی کار بید؟ آقای حسینی، سوال نمونه؟ سوالتو بگو، سوالتو مشخصه دیگه. شما همیشه آخه نه، سوالم ببین، سوالمو گوش نکردی که اصلا بحث ما روح الله زن نیست. بابا جونم، شما روح الله زن چرا میارید تو این قضیه؟
شما به ظلم کردید، شما توبه کنید. آقا جونم، از برادر عزیز، شما تو روح الله زن به ظلم کردید، دادگاه براش نگذاشتید رسما، بهش دروغ گفتن. پدرش میگه که آقا به فرزندیم دروغ گفتن، به فرزندیم دروغ گفتن که میخواییم فلان کنیم. شما بابا بیایید، این کارهای زشت که به اسم اسلام داره تموم میشه. اسلام وقتی گفته میشه میاد نمیگه که این اسلام شیعه است یا سنی. اونی که ملحد هست همه را به اسم اسلام میدونه، توی شیعه و من سنی. شما خواهش میکنم بحثمون در این مورد هست، بفرمایید. خواهش میکنم به سوالم گوش کنید. بفرمایید. سوالم این بود که دیروز شبکه های شما بعد از اینکه این اتفاق افتاد دو تا مطلب رو پخش کردن. یکی اینکه آقای روح الله زم عبای پدرش رو بوسید، شما منعکس کردید. یکی هم گفتید نماز ایشون بسیار نورانی و غیره. ما نگفتیم که این سخن پدرش بوده. آره میگم از این توبه میکنید شما الان؟ ما کی گفته؟ من که نگفتم، من خبری ندارم، من نگفتم. این نقل قول از پدرش کرده. خب خدا حافظ شما. با اصلا وقتی بابا میگیم که روافض احمق و ناس هستن، بابا قبول کنید. بفرمایید. حالا چی بگی بهشون؟ بله بفرمایید. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. میخواستم در خصوص برنامه‌تون چند لحظه صحبت بکنم. من یه خاطره‌ای داشتم در رابطه با توبه، میخواستم بیانش بکنم اگه فرصت هست. بفرمایید. من چندین سال بود که ارتجای صدا سیمای جمهوری اسلامی شبکه‌های مثل منوتو و بی بی سی صدای آمریکا اینترنت مرسان رو میدیدم و به اخبار و تحلیل‌های این شبکه‌ها گوش میگردم، تا اینکه سال گذشته یه اتفاق مهم به جانبیتون که تو جهان اتفاق افتاد که من شوکه شدم و باعث من از خواب بیدار. اون اتفاق این بود که دیمای 98 با دستور مستقیم رئیس جمهور آمریکا سردار سلیمانی رو ترورش کردن. سرداری که تمام عمرش رو برای مردم، برای آقا تبلیغات لطفا نکنید. شما هم توبه کنید از این چیزایی که میبافید. ممنون بشم. چیزا چی بهتون میدیم بابا؟ دروغی سر هم میکنید، میبافید. صحبت توبه هست بابا، از این دروغاتون توبه کنید. خواهش میکنم، هنوز مجال هست. روز قیامت شما باید پاسخگو باشید در برابر خلق الله. الان شما در برابر خلق الله هم دارید صحبت میکنید، دروغ میبافید. روز قیامت هم در برابر خلق الله، اونجا موقع رسوایی است. از دروغ گفتن انسان توبه کند. نمیشه کسی تهمت و افترا را عبادت بدونه، امکان نداره. تهمت زدن، دروغ بافتن بر دیگران بشه عبادت. این افترا بر خداست. توبه کنید، بازگشت به سوی خدا خیلی خوب هست. شما تمام تماساتون دقت میدید رو هم بذارید و این گروهی که با هم جمع میشن، این دوستان ما، ببینید چیونه هست، کدامش در راستای خدمت به اسلام هست. یه برنامه نشد که ما صحبت اصلا بحث شیعه و سنی نیست، بحث از قرآن هست. شما به کجا میکشونید؟ من بار تکرار میکنم، اگه دفاع از خدا بود، شما با تماسی که میگیرید همه در ضد بر این قضیه است. دفاع از رسول الله است. کل برنامه تون دفاع تماسی که میگیرید در ضدیت با این قضیه هست. صحبت از خداست، پیامبر هست. توبه، توبه، توبه کن. تو میگه که خالد نه توبه کرد. مگه تو میدونی؟ مگه من میدونم؟ ما خداش هست. تو بیا زندگی روزمره توبه کن. چقدر ظلم کردی در جامعه الان. چرا کشتیش؟ خب وقتی که خالد بهش میگه چرا زکات نمیدی، گفت که کان یزعم ان صاحبکم کان یزعم ذلک. این صاحبکم کانی از بحثای تکراری دائما. الان بابا شما یه حکومت دستتونه، بیاد خدمت کنید به مردم. اگه خالد مرتکب اشتباه شده، شما نکنید، شما درس بگیرید. میگید که پیرو به حضرت علی هستیم، پس باشید، خدمت کنید به خلق الله.
به مردم ظلم نکنید، آزادی از مردم نگیرید، جنایت نکنید، اختلاس نکنید. این همه مردم به ظلم کشتی در تظاهرات ها، مردم حق اعتراض داشتن. اینا رو نگاه کن، درس بگیر. بس چرا درس نمیگیرید؟ این دلالت بر حماقت انسان میدهد که انسان اگه تاریخ میخونه درس نمیگیره، فقط میخواد نقد کنه دیگرانو. خودت الان داری چه کار میکنی؟ این تو الان مسئول خودت هستی. شما سوالت ازت نمیشه روز قیامت که چرا خالد مالک ابن نمیر را کشت؟ از تو سوال نمیشه، ولی از شما سوال میشه در مورد الان کارهایی که میکنید، کاری که میکنید، این حرفایی که میزنید الان. والا من تو مسئول نیستیم که فلانی چه کار کرد. بله انسان بازخوانی اگه تاریخ میکنه برای درس گرفتن، عبرت گرفتن، عمل کند، نه اینکه شما فقط برای نقد کردن ایجاد شبهه. صحبت توبه هست، میاد چیزی میگید، فقط انحراف کردن ایجاد شبهه. والا خودتون خوب معرفی میکنید بابا، این کاری کردید که مردم از دین زدید. بیا بابا این بحث های قرآنی میشه، شما بیاد مشارکت کنید، حرف خوب بزنید. آقا اونایی که به شما پول میدن، اینا امکانات در اختیار شما قرار دادن، چرا این عاقل نیستن؟ به شما امکاناتی دادن، شمارهایی که میفته مشخصه دیگه، این تیمی که هستید شما. والا بلا آی مسئولین ها که افسار اینها دست شماست، از خدا بترسید. اینا رو با وادارشون کنید، بگید آقا حرف خوب بزنید، یه چیز خوبی در اختیارشون قرار بدید. صحبت از اسلام هست. چرا شما وقتی صحبت از قرآن هست توبه میشه کجا میرید؟ چه راهایی؟ چقدر بیمارید شما؟ خب برگردیم به این صحبت خودمون که گفتیم که انسان گناه را ترک میکنند فقط به خاطر خدا باشه، نه به خاطر ترس از دست دادن مقام و منصبش باشه. گناه را انجام نمیده نه به خاطر اینکه بر روی صحتش تأثیر میاره، تندرستیش تأثیر میذاره. طرف امکان داره بگه مشروب نمیخوره، آه میگن مشروب بد هست. یا در ایام کرونا میگه خب زنا را کنار بذار، ترس از کرونا، این به خاطر خدا نیست که. کسی پس هر گناهی را به خاطر یه هدفی، یه مصلحت دنیوی خودش کنار میذاره، این توبه نیست. این به عنوان یک عبادت نیست. کسی که رشوه نمیگیره به خاطر میترسه که رسوایی، نمیگه به خاطر اینکه خدا حرام کرده. دقت کنید اینجاست. وقتی که انسان معصیتی نمیتونه انجام بده، در دوست داره انجام بده اما نمیتونه، خب این که گناهکار هست. حالا توانش نداره، خب این که توبه نکرده. کسی گناه میکرد حالا نمیتونه انجام بده به هر دلیلی شده باشه، از نظر صحتش تندرستیش، این دیگه توبه نیست. حالا عاجز و ناتوان هست نمیتونه انجام بده، این دیگه توبه نیست. در توبه نصوح دقت کنیم که انسان بایستی متوجه زشتی اون گناه بشه، چون انسان وقتی که این گناه را انجام میده زشتی گناه و قبحش از بین میره. تکرار گناه که میشه، چرا خدا میفرمان که ولم یصروا علی ما فعلوا ثم یتوبون من قریب؟ چون وقتی که انسان گناه را انجام میده دیگه تو وجودش ریشه میدونه، زشتی گناه از بین میره، دیگه اون نفس لوامه تو را سرزنش نمیکنه. نفس اماره به سوء، این صفت در انسان به وجود میاد، قبحش از بین میره. دو بار، سه بار، ده بار ظلم کرد، رشوه گرفت، کارهای نادرست انجام داد، زد تو گوش این اون، زشتی این کار از بین میره براش، دیگه عادت میکنه به این کارها، قبح زشتی از بین میره، قبح گناه.
انسان وقتی که عادت میکند معایشه همیشه داره با گناه، با سر و کار داره، با گناه زندگی میکنه، زشتی این گناه، منکر بودنش از بین میره، منکراتو میبینه، عادی شده. بحث امر به معروف نهی عن منکر اینه که میگه اجازه ندید که منکر منتشر بشه، بلکه برعکس همیشه باید خوبی ها در جامعه انتشار پیدا کند. الان شما اخبار اختلاسات چقدر میبین میشنویم؟ کی؟ فقط انسان میخنده جوکی درست میشه، زشتی و قبحش از بین رفته، حتی برای مختلص در جامعه هم زشتی اختلاس از بین رفته در نزد مردم. وقتی بیاله مختلص دیگه بیشتر از کمتر از میلیاردها باشه یه چیزی نیست، عادی شده برای مردم. پس قبح زشتی اینجاست که از بین می رود. قبح زشتی، یک زشتی قبحی داره، کارهای خلاف شرع یک قبحی دارد در نفس انسان، خدا قرار داده، ولی وقتی که انسان تکرار میکنه دیگه از بین می رود، عادت میکنه، خوشش میاد، لذت میبرد، حتی اگه لذت نبرد چون عادت کرده انجام میدهد، چون عادت کرده باید انجام بدهد، بهش اعتیاد پیدا کرده. در توبه نصوح الان دیگه باید انسان از زشتی بدش بیاد، قبحی دارد، متنفر باشد، و اون احساس لذتی که قبلا داشته نداشته باشه، یا اگه یادش اومد وقتی که گناه یادش بیاد دیگه لذت نبرد از اون گناه سابقش، یا اینکه آرزو کنه که بتونه انجام بده بار دیگه. این دیگه توبه نصوح نیست، اینجاست که نیاز به فوری انسان استغفار کنه، توبه کنه وقتی میخواد یادش بیاد گناه، باید خودشو مشغول کنه به توبه، به استغفار، به حرف خیر، به قرآن خوندن، در جمع بودن، که اون گناه دیگه وارد به تو ذهنش خطور نکنه. ولی من خاف مقام ربه، اون مقام رب، منزلت الله، و اینکه او در محضر او هست، الان در برابر خدا ما داریم گناه میکنیم، ما گناه میکنیم اما دور از چشمان انسان ها، میخوایم خلوت کنیم، گناه کنیم. یستخفون من الناس ولا یستخفون من الله، از مردم پنهان میکنند گناهانشون، از خدا که پنهان نمیکنند، علنی انجام میدن، خودشو پنهان میکنه در یک اتاقی، در یک جایی، خودش از دید مردم، اما از خدا که خودش پنهان نمیکنه و نمیتونه خودش پنهان کنه. این که مقام رب رو بیاد داشته باشیم که من الان در محضر خدا هستم، که انسان از گناه باز می‌دارد. ولی من خوف مقام ربی. خب چون وقت برنامه هم تموم شد، یه نمیتونیم اینا را کامل کنیم، خدا توفیق داد عمری باشد، فردا این مباحث رو بتونیم با هم دیگه کامل کنیم. همیشه سعی کنیم مواظب باشیم، بیاد خدا باشیم، غفلت از خدا انسانو در گناه می‌ندازه. همیشه بیاد خدا باشیم، اشتباه کردیم فوری بازگردیم به سوی خدا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.